طی مدتی که از مخاصمه نظامی بین حماس به عنوان یک گروه تروریستی و اسرائیل میگذره و با شدت گرفتن جنگ در نوار غزه، اطلاعات مختلف و در مواردی هم نگران کننده از سوء استفاده گروه حماس از شهروندان غزه به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات اسرائیلی ها و از سوی دیگه هم عدم توانایی یا پایبندی ارتش اسرائیل به جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان در رسانه ها مطرح میشه. منابع خبری در دو سوی این ماجرا یکدیگر رو به انتشار اخبار گمراه کننده متهم میکنن. مثلا رسانه های حامی اسرائیل میگن که آمار منتشر شده از حماس غیر واقعیه و با توجه به صدها مورد از تصاویری که نشون میده کسانی نقش یه مرده رو بازی میکنن، میکوشن تا صحت ادعای طرف مقابل رو زیر سوال ببرن. در مقابل هم رسانه های حامی حماس با انکار نقش مستقیم حماس در وقوع این حوادث خونبار به دنبال تحریک احساسات عمومی برای برقراری آتش بس هستند تا به گفته اونا شهروندان غیر نظامی غزه خصوصا هزاران کودک قربانی این جنگ نشن. تا اینجا انتخاب با شماست که کدوم سمت بایستید، اما وقتی انتخاب کردید حتما به حمایت از طرفی که برمیگزینین مبادرت میکنید. مثلا در شهر محل سکونت خودتون در یه تجمع شرکت میکنید، یا در رسانه‌های اجتماعیتون اطلاع رسانی میکنید، یا به کمپین‌های جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان یاری میرسونید، یا مثل بعضی بسیجی‌های شدیداً مخلص و ولایت‌مدار ارزشی هشتگ اعزام به غزه راه میندازید. اما از همین جا به بعده که کسانی با شما کار دارند که حتی خودتون هم خبر ندارین کی هستن، کجان و چه سودی از درگیری در خاورمیانه میبرن. اما اونا به بهترین نحو ممکن از دو تا سویه انتشار دیس اینفورمیشن برای هدایت شما سوء استفاده میکنند. نخست سویه حقیقت واهی یا illusory truth effect که با تکرار مکرر یه موضوع اون رو برای شما به یه حقیقت غیر قابل انکار مبدل میکنه، و دوم همبستگی پنداری یا illusory correlation که شما رو در دام تکثیر اندیشه خودتون در میان باقی مردم نگه می‌داره تا باور کنین حق فقط با شماست. نگاهی به جغرافیای اعتراضات و حضور خیابانی مردم در هفته‌های اخیر بر علیه حمله نظامی اسرائیل به غزه یه نمودار جالب رو افشا می‌کنه که به شدت ذهن هر فرد کنجکاوی رو درگیر این موضوع می‌کنه که آیا این مسئله واقعاً اتفاقیه یا کاملاً سازماندهی شده. ماجرا اینه، تعداد تظاهرات‌ها در کشورهای غربی که دولت‌هاشون حامی اسرائیلند به مراتب بیشتر از کشورهای اسلامی یا کشورهایی که خودشون رو حامی فلسطین معرفی می‌کنن. به عنوان نمونه در آمریکا تقریبا هر هفته ده ها تجمع برای حمایت از فلسطینی ها توسط گروه‌های مختلف سازماندهی میشه و مشارکت قابل قبولی هم از سوی شهروندان معمولی دریافت میکنه که تحت تاثیر اخبار جنگ با ادامه اون مخالفن. اما در ایران معدود تجمعات برپا شده خالی از حضور مردم معمولی مثل من و شماست و تنها جولانگاه همون ارزشیایی که احتمالاً اعزام به غزه براشون در حد ساندیس تو میدون فلسطین بیشتر اعتبار نداره. یا در روسیه که بزرگترین کمپین انتشار اطلاعات گمراه کننده رو در این باره اداره میکنه، چرا ما شاهد یه راهپیمایی برای حمایت از فلسطینی ها در خیابونای مسکو نیستیم؟ آیا تمام توان و تلاش رسانه‌ها روی مردم اروپا و آمریکا متمرکز شده؟ و مهمترین سوال، مگه در ایران بیشتر از 40 سال برای مظلومیت فلسطین تبلیغ نشده؟ مگه بچه‌ها با شعارهای مرگ بر اسرائیل و آمریکا روزشون رو تو مدرسه شروع نمی‌کنن؟ پس چطور جامعه این حجم از مغزشویی سیستماتیک حکومتی رو دور ریخته و به باورهای حکومت اعتنایی نداره؟ این موضوعیه که برای درک از اون در تورنتوی کانادا به سراغ سمانه قدرخان روزنامه‌نگار میریم تا رابطه معنادار این جغرافیای مرموز حمایت از فلسطین و بی‌اعتنایی مردم ایران به موضوع رو بیشتر دیکود کنیم. سمانه، خیلی خوش اومدی به دیکود. با همین ماجرای بی‌تأثیر بودن مغزشویی حکومت در ایران شروع کنیم. چطور شده که مردم به این پروپاگاندا بی‌اعتنا هستن؟ دلیل بی‌اعتمادی مردم به این پروپاگاندا در واقع ریشه در عملکرد جمهوری اسلامی در
بیش از 40 سال گذشته داره، چه عملکرد سیاسی چه عقیدتی. اول اینکه مسئله فلسطین در ایران برای مردم از یه برهه‌ای به بعد با مسئله اسلام و مذهب گره خورد، یعنی مردمی که در سالهای پیش از انقلاب از فلسطین و از مردم فلسطین به عنوان مردم بی‌دفاع و بی‌گناه حمایت می‌کردن، به یک بار احساس کردن که حمایت از فلسطین یک مسئله مذهبی و اسلامی و خب عموم مردم جامعه ایران مخصوصا در سالهای اخیر گرایش مذهبیشون به نسبت اون چیزی که جمهوری اسلامی ازشون توقع داشته فاصله زیادی گرفته و کمتر شده، بنابراین از اینجا مردم ایران از مردم فلسطین فاصله گرفتن. مسئله بعدی اینه که فلسطین برای مردم ایران اتفاقا برخلاف اون چیزی که در سایر کشورها هست الان دیگه مسئله حقوق بشری نیست، یک مسئله سیاسیه، اونم به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در سالهای گذشته. مردم از سال 1388 و از زمان اعتراضات از جمهوری اسلامی و از مسئله فلسطین با شعار نقزه نلبنان فاصله گرفتن و نشون دادن که در چه سطح از آگاهی هستند و نشون میدن که در واقع متوجه شدن که تمام این سالها جمهوری اسلامی یک جور کلاهبرداری سیاسی و عاطفی ازشون انجام داده. اما مسئله دیگه که در مورد فلسطین هست و به نظر من مسئله خیلی مهمی هم هست، بحث حمایت‌هایی که در طول این سالها جمهوری اسلامی از فلسطین انجام داده، چه حمایت‌های سیاسی چه حمایت‌های گسترده مالی، در حالی که مردم در ایران اولویتشون سفرهشون بوده ولی اولویت جمهوری اسلامی سیاست‌های تنش در واقع سیاست‌های جنگ طلبانش بوده که اتفاقا امنیت ملی رو هم در خطر قرار داده. بحث دیگه خشم مردم از حکومت جمهوری اسلامی، مردم ایران رابطه خوبی با حکومت جمهوری اسلامی ندارن و یک مسئله خیلی مهمتر در خصوص مسئله فلسطین و مسئله حقوق بشر در فلسطین استانداردهای دوگانه جمهوری اسلامی، یعنی اونجایی که جمهوری اسلامی از کشته شدگان کودکان در غزه به عنوان بنرهای تبلیغاتی خودش سیاست‌های در واقع حقوق بشریش دفاع می‌کرد، مردم در ایران کشته می‌شدند، روی مردم در واقع شلیک می‌کرد در اعتراضات مسالمت‌آمیز و مردم رو یعنی به مسائل حقوق بشری اهمیت نمی‌داد. ما در اعتراضات اخیر دیدیم مردم وقتی که کیان پیرفلک، سارینا، نیکا و بچه‌های دیگر رو کشتن، گفتن که در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی گفتن که عکس این بچه‌ها کو، چرا فقط کودکان فلسطینی رو شما در واقع در سرلوحه اخبار و گزارشاتون قرار میدین؟ روزنامه‌هایی که در ایران دارن منتشر میشن با پول دولت، با پول مردم، چرا نباید به این کشته شدگان اهمیت بدن؟ اینها همه دلایلیه که مردم در این سال کم کم از مسئله فلسطین فاصله گرفتن. بحث حقوق بشر که مطرح میکنی خیلی بحث کلیدیه، چون من وقتی به همین جغرافیا نگاه میکنم میبینم تو کشورهایی که حقوق بشر اولویت دارن ما شاهد اعتراضات خیابونی هستیم تو آمریکا تو اروپا، ولی تو کشورهای غیر دموکراتیک یا کشورهایی که مفاهیم حقوق بشر جا نیافتاده ما شاهد نیستیم که کسی، حتی اگر اون کشورها حامی فلسطین هستن یا کشورهای اسلامی هستن، کسی به خیابون بیاد. آیا فکر می‌کنی این مسئله باور مردم به حقوق بشر باعث حضور مثلا شهروندان آمریکایی در خیابون در حمایت از فلسطینی‌ها میشه، یا اینکه اون کمپین‌های اخبار جعلی و گمراه کننده است که چنین هیجانی رو ایجاد می‌کنه؟ ببینید، همونطور که پیشتر هم گفتم مسئله حقوق بشر بیشتر در واقع مسئله حقوق بشر خیلی سایه انداخته بر این مسئله، چون آزادی، ببینید چرخه آزادی اطلاعات در کشورهای غربی زیاد، یعنی مردم میتونن از اینترنت آزاد استفاده بکنن، به اخبار آزاد دسترسی دارن، میتونن ببینن که دقیقاً الان در غزه و اسرائیل چه اتفاقی داره میفته، کدوم گروه به کدوم گروه حمله کردن، و همین آزادی اطلاعات و شفاف بودن اطلاعات میتونه این کمک رو به مردم بکنه که بدونن کجا بایستن. الان مسئله غزه و اسرائیل مسئله حقوق بشر در مورد بچه‌ها، زنان و مردم بی‌دفاعه، مسئله سیاسی نیست برای کشورهای غربی و شهروندان کشورهای غربی که در واقع تقاضا دارن از دولت‌هاشون که جلوی این جنگ گرفته بشه، به خاطر اینکه تبعات بسیار زیادی برای شهروندان داره. هر مردم آواره سرریز میشن به کشورهایی که توسعه یافتن و این بار مالی هم برای اون مردم داره، یعنی مردم کشورهای غربی چون به این سطح از آگاهی رسیدن این بخش رو هم میبینن که چه بهتر کشورها. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم که قطع میکنم صدا کلامت رو، میخوام اینو به دقیقا بپرسم، چقدر از این اطلاعاتی که منجر میشه این حساسیت حقوق بشری در مردم در کشورهای غربی برانگیخته بشه مبتنی بر واقعیته، چقدرش تحت تاثیر یا برآمده از همون اتاقهای فکر تولید اخبار گمراه کننده در روسیه یا لبنان یا تهران به عبارتی؟ ببینید قطعا پروپاگاندا خیلی تاثیر میذاره، ولی من فکر میکنم، من با تجربه که از زندگی در غرب دارم فکر میکنم که مسئله حقوق بشر
در غرب خیلی جدیتر خیلی و خیلی مهمتر از مسئله پروپاگاندا است. شما دقت بکنید مردم در ایران به خیابون نریختن برای حمایت از مردم فلسطین، در حالی که میتونستن این کار بکنن. مردم در روسیه هم همینطور. این نشون میده که مردم چون از این دو کشور اسم بردین و مثال زدین، مردم این دو کشور نسبت به حکومت‌های خودشون اعتماد ندارن، این اعتماد از بین رفته. بنابراین هر آن چیزی که اونها به خوردشون میدن میگن این پروپاگانداست، در واقع جعلی. همونطور که بهتونم گفتم، مردم میگفتن از بچه‌های فلسطین گفتی، از کیان و سارینا هم بگو. یعنی مردم به اطلاعاتی که حکومت داره بهشون میده بی‌اعتنا هستن. بی‌نهایت ازت ممنونم سماره قدرخان، روزنامه‌نگار که در این بخش از دیکور من به هم.